سازمان عفو بین الملل اعلام کرد بازداشتگان بحرینی به بیماری های نظیر سرطان و اسکورسیس مبتلا هستند ولی متاسفانه به مراقبت های ویژه و دارو دسترسی ندارند. به گزارش شیویوز این سازمان که دفتران در لندن قرار دارد یادآور شد پژوهشگران عفو بین الملل با اعضای خانواده های 11 بازداشتی در بحرین گفتگو کردم و به اطلاعاتی دقیق درباره موارد مذکور و بیتفاوتی پزشکی به زندانیان دست یافتند. داین کنی یکی از پژوهشگران این سازمان در منطقه خلیج فارس در این باره گفت این اطلاعات نشان دهنده تصویری خشن از بیتوجهی پزشکی و بدرفتاری عمدی در داخل زندان های بحرین است. وی افزود با وجود اینکه مراقبت‌های پزشکی برای زندانیان وجود دارد اما کافی نیست و در موارد زیاد زندانیان قربانی بیتفاوتی پزشکی و رفتارهای وحشیانه می‌شوند این پژوهشگر سازمان عفو بین الملل گفته یکی از زندانیان مرد بحرینی به سرطان در مرحله دوم مبتلاست و تنها پس از چند روز نمونه برداری دوباره به زندان بازگردانده شده است همچنین یک مرد زندانی دیگر از آغاز بازداشت تا کنون به دلیل بیتفاوتی هفت دندانش را از دست داده است. این سازمان از مقامات بحرین خواست دسترسی زندانیان بحرینی به مراقبت‌های پزشکی را هرچه سریتر فراهم کنند. شمار زیاد از بحرینی ها در پی تظاهرات و حضور در اعتراضات مسالمت آمیز ضد حکومتی در سال 2011 در بحرین به حبس ابد یا حبس محکوم شدند. اکثر این شهروندان که تعداد آنان به هزاران تن میرسد فعالان اجتماعی شیعه مذهب هستند که توسط حکومت سلفی آل خلیفه به زندان افکنده شدند.